تازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. انتقاد معاون رئیس جمهور از تراکم دکتران صحی در کابل. غصب بیش از 1 میلیون جریب زمین در کشور از سوی غاصبان زمین. و ارسال مسوده قانون انتخابات به مجلس نمایندگان. به نام یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر، امروز شنبه 9 ماه جدی سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. مرز تورخم پس از 2 روز بر روی مسافران افغان باز شد. مسئولان میگویند در جریان 2 روز مسدود بودن این مرز، 13 کودک بیمار و 1 زن که در این مرز انتظار ورود به پاکستان را داشتند جان باختند. مسئولان محلی گفتند که این مرز ساعت 5 امروز بازگشایی شد. این مرز روز گذشته در واکنش لاتکوب چند راننده پاکستانی در منطقه پل چرخی کابل از سوی پاکستان مسدود شده بود. تراکم دکتران متخصص در پایتخت سبب شده است تا ارائه خدمات صحی در کشور به چالش کشیده شود. محمد کریم خلی معاون دوم رئیس جمهور میگوید حاضر نشدن دکتران به اجرای وظیفه در دیگر ولایت ها سبب عدم توازن در سیستم صحی کشور شده است. آقای خلی بر ایجاد یک راهکار به هدف حل این معضل تاکید میکند. در همین حال معاون دوم رئیس جمهور تاکید میکند که رشد و اصلاح نظام صحی کشور باید در اولویت های کاری دولت قرار داشته باشد. فرهناز فروتن با جزئیات بیشتر. وزارت صحت عامه برای هماهنگی میان کارمندان صحی به سطح 34 ولایت سمینار 3 روزه ملی عرضه خدمات صحی را راه اندازی کرده است. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور که در این سمینار سخن میزد از عدم توازن در استخدام کارمندان صحی انتقاد کرد. خصوصان و دکتران ما اکثرا در شهرها به خصوص پایتخت کشور تجمع و تراکم نموده و کمتر علاقه دارند تا در مناطق روستایی و دوردست کشور ایفهای وظیفه نمایند. این مسئله سبب گردیده تا یک سلسله مشکلات و چالش های از نظر دسترسی یکسان مردم به خدمات صحی بروز نموده و عدالت در توزیع خدمات صحی آن طوری که باید تامین نگردد. آقای خلیلی از تمامی نهادهای مربوطه به ویژه نهادهای صحی خواستار همکاری جدی با کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در کشور گردید. در این فرصت من از تمام مسئولان صحی در مرکز و ولایات کشور می خواهم که در پیش برد و اجرای برنامه های کمیته ملی مبارزه با حوادث بیش از پیش توجه نموده. وزیر صحت عامه کشور ریز از ایجاد برنامه ها برای مبارزه با حوادث طبیعی زمستان امسال به سطح ولایات و ولسوالی ها خبر می دهد. 2 برنامه مهم روی دست گرفتیم، مثل که قبلا هم به اطلاع هموطنان ما رسانده شده. یک برنامه مهم است که مراکز صحی که در افغانستان است، مخصوصا در ولسوالی ها، 98 ولسوالی به حیث ولسوالی های پرخطر، جاهایی که رابندان میشه، رایشان مسدود میشه، برف و سرمای شدید می داشته باشند، شناسایی شدن. در همین حال شماری از رؤسای ولایتی صحت عامه سیستم کاری وزارت صحت عامه را در برابر کارمندان دوگانه خوانده، از بابت کمبود حقوق، نبود دکتران مسلکی، نبود دکتران زن و چالش های امنیتی شاکیند. دام روختیا ریاست مستقیم نشی که ولی چی دوی طول کارونه دی بازی پروسیل مخبوط سری آقا باید مرکز تره ولیگی. دوری راه، دور بودن از مرکز هستک، صعب عبور بودن راه هستک، راه هایی که منتهی میشه به دای کندی از مرکز، کلش راه های کوهستانی هست، در زمستان به علت برفواری ها ممکن است دچار انسداد راه شود. در حال حاضر 60% جمعیت افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند و 40% دیگر که در ولایت دوردست و جاهای صعب العبور زندگی می کنند از این خدمات محرومند.
در 10 سال گذشته 1,250,000 چریب زمین در سراسر کشور خصب شده است. کمیسیون نظارت بر عملکرد حکومت مجلس نمایندگان میگوید تا اکنون 47,000 جریب زمین تنها در کابل از سوی مافیای زمین در کشور غصب شده است. شرح بیشتر در گزارش از شفیق الله سالنگی. غصب زمین های دولتی در افغانستان به یکی از چالش های جدی مبدل شده است. کمیسیون تعیین شده از سوی مجلس نمایندگان میگوید از مجموع 1,250,000 جریب زمین غصب شده 592,000 جریب آن مربوط 6 ولایت و 47,000 جریب آن متعلق به ولایت کابل میباشد. جمعاً در 6 ولایت درجه اول به شمول شهرک‌های غیرقانونی و تصرفات ارگان‌های دولتی در سطح کشور موازی 599,000 جریب زمین دولتی غصب و یا بدون طی مراحل قانونی در اختیار آنها قرار گرفته است. مجموع اراضی غصب شده دولتی در ولایت کابل 47,000 جریب زمین می باشد. آنان همچنان تاکید میکنند به دلیل اینکه قوانین افغانستان غاصبین زمین را مجرم ندانسته است از گرفتن نام آنان خودداری میکنند. هنوز موضوع پایان نیافته است. پس به این اساس اجازه بدین که اینا گپای خود نهایی بسازه بعد در خدمت ما شما میاره. جناب در قوانین نافذه افغانستان، در قوانین جزایی افغانستان هیچ ماده ای که فرد غاصب را مانند دزد مجرم بشناسد محکوم به جزا بنماید وجود نداره. اسامی غاصبین با موقعیت زمین، موقف اجتماعیشان، نوعیت زمین غصب شده و نوع اسناد و اندازه زمین به دست کمیسیون قرار دارد در سطح کابل که بعد از تصدیق نهایی و بررسی خاص خدمت همه شما تقدیم خواهد شد. اما عدم افشای نام غاصبین زمین از سوی این کمیسیون واکنش های تند را در مجلس نمایندگان برانگیخت. اینا میگه 11 غاصبین بزرگ. این 11 غاصبین بزرگ جند و پری خو نیست، اینا نام دارن، نشان دارن. اگر ندارن آدرسی چیزایش شهرتشان چرا میگن 11 نفر اینی قدر غصب کردن؟ اگر دارن چرا پشت خودشان روان میکنن؟ چرا نامشان نمیگیرن؟ بهتری می بود که راپورتان معطل میکنین تا ای که بررسی تان مکمل شوه، قانون تان پاس شوه. حال راپور نیم نیم کلر دادین. تمام روز ادعا موجود است که شورا خدا نخواسته همیشه باز مردم باج میگیرن. نشه که کمیسیون هم شک مردم بار بیاره. افزایش تانش به خاطر عدم افشای نام غاصبین زمین در مجلس نمایندگان این گونه قانونی ادامه ای خبرها از کشور. طرح قانون جدید انتخابات از سوی وزارت عدلیه به مجلس نمایندگان ارسال شد. وزیر عدلیه میگوید در حالات اضطرار به تلعیق درآوردن انتخابات از صلاحیت رئیس جمهور، دادگاه عالی و رؤسای هر دو اتاق شورای ملی میباشد. شفیق الله سالنگی گزارش می دهد. تغییر در طرح قانون انتخابات از سوی حکومت یکی از موارد است که تنش میان حکومت، مجلس نمایندگان و اپوزیسیون سیاسی آن را افزایش داده است. حبیب‌الله غالب وزیر عدلیه می گوید داشتن متک لسانس و تسلط بر زبانهای دری و پشتو از شرایط اساسی نامزدی پست ریاست جمهوری است. یکی است که درجه تحصیل گرفته شده که رئیس جمهور حداقل تحصیلش بعد از لیسانس باید داشته باشه. موضوع دیگه ایش است که بر دو زبان رسمی ملی باید تکلم و نوشته کرده بتانه. در این قانون همچنان آمده است که ویژگی های نامزدان کرسی های مجلس نمایندگان تنها داشتن سند بکالوریا می باشد. وزیر عدلیه کشور همچنان تاکید کرد که به اساس این قانون و تعلیق در آوردن روند انتخابات از صلاحیت های رئیس جمهوری کشور، رئیس دادگاه عالی و رؤسای هر دو اتاق شورای ملی می باشد. حالات تعویق اگر پیش می آید شرایطش پیش بینی شده و تصمیم گیریش به حال تعویق پیشنهادش از طرف کمیسیون میشه که حالات او بررسی میکنه، اما تصمیم گیریش از طرف این مرجع که رئیس جمهور است که بالاترین مرجع است دولت و